خب بیندای گرامی در تصویر بانوی هنر افغانستان رو میبینین، بانوی تئاتر افغانستان رو میبینین. یادتون از چند شب پیش کتی ادب سیمون صحبت داشتیم، کتی آقای علم صحبت داشتیم از این چهره تابناک تئاتر افغانستان چقدر یاد کردن و ما خوشبخت هستیم که در روز اول عید مهمان خانه های شما هستیم با هنرمند نامدار وطن مزیده جان سرور. مزیده جان سلام تقدیم میکنم، دستایتان میبوسم از دور، عید به شما تبریک میگم. تشکر نسیج جان، بچه گلم، سلام برای همه مردم نازنینم در گوشه دنیا که هستن، برسانه محبت خدا نثارشان میکنم و گفتنی دارم که فخریه جان، خانم نوید جان، حمید جان که خود دیده بدومشان، کلامیشان ندیدم، افتخار میکنم که امروز نام خدا پدر و مادر خوب بده این که بچه ها رسان بدیم. تشکر، زنده باش، زنده باشین مزید جان. خطم هستم، افتخار میکنم سرتان که ادامه رادیوی تا نمیبینم، کارای تا نمیبینم، خداوند کشتی و پناهتون باشه. زنده باشین مزده جان. همین لحظه هم وطنهای ما در صد تا سر جهان شما رو میبینن و دوست دارن که از خاله زینت، از هنرمند بسیار نامور کشور، از خوشوی شناخته شده در صد جهان مزده جان سرور بشنون که تبریکی ایده برشون بتر. مزده جان قربانتان فدایتان شوم. ما عید از صمیم قلب شکر که آیسته آیسته این مرض بدبخت از اینجا کوچ کرد که ما آمدم تا خانه وست تا تانستم شما را ببینم، با مردم خود باشم. عید از صمیم قلب، از دیب دیب دلم بر تمام هموطنان تبریک میگم، بر فامیلم، بر شماها، بر خوارایم، بر دخترایم، بر بچهایم، بر تمام دوستای فیسبوکم، تمام جهانی که افغانهای شریف ما، افغانها مردم وطندار زندگی میکنن. عید خوش، وقت خوش، روزهایشان عید باشه، شبهایشان عید باشه، از گزند بلاها و دردها دور باشه. خداوند کشتی و پناه همه باشین. زنده باشین، سلامت باشین، خداوند شما را همیشه جور و صحتمند و تندرست داشته باشه. ما بسیار زیاد دوست داریم که از شما بشنویم مزده جان. یه خاطری برای ما اگه از کدام عید برای ما و بینیدای ما بگوین مزده جان. یه خاطره چه بگویم که خاطره ما یک روز باران بسیار شدید بود، ما سرور کار می رفتیم. بله. کالای پیشن ها دمی پیش زیارت بیماری استاد بودیم، تاکسی دست می دادیم، تاکسی دست می دادیم،
یک موتر ممو برک کرد. ده این موتر دیگه اشاره کرد که بالا شوید. من شروع را گفتم شروع کن بالا شد که نمایش ما نوخ میشه. بالا شدیم جای گسیر بود که رسیدیم نصیر جان خاله چیره را دیدم که پجا میرین. روی خدا که دار بود صدار داود خان بود. خدا غریق رحمتش کنه. صدار داود خان بود. من ترسیده بودم که کپای میزدن مردم. عجیب و غریب یک آدم که کار کنه با نام از او هست. با درو کت ما معرفی شد. اینمه که فاصله را گفتم ما پیزم نمیدیم. یه سرویس و برج و سات نمیدیم. بودت برد سات. سات. او بخشیم که دنچر دارم گفزه برم مشکل. برج سات. او در برج سات پیاده رو برنداری میمدیم. او آزادی بود. ملا آدم مسجد بود. غرض نداشت. مردم آزاد بود. آرام بود. دروازه های خوبه امید برای کلگی باز بود. بادی ما را کجا میمون گفتیم کابل ننداری میدیم. نمایش داریم. بسیار خوب گفت. بود پایان ما کرد ددان کابل نداره دوتش کردیم گفت کدام وقت دیگه میاییم حال کار دارم باز گفت وقتتان خوش باشه روزتان خوش باشه من برش تشکری کردیم ازش و با من خدایی کردیم و محبت دادیمش. آدم بسیار ملایم شریف نجیب آزاد دمون طرف نه سکروتی گارد داشتن نه بودی گارد داشتن نه کش و فش داشتن نه دت و موتر در پشت خانهشون بود. مثل کال میبینون دت و موتر در پشت خانهشون بلدنگه آباد شده غریب و بیچاره از گشنگی اولادای خود در این سرک کشیده. این بسیار شدید آدم نارام میکنه. مزیا جان من بسیار دوست دارم که یک پروگرام مشخصه که ما و شما داشته باشیم که خوب درد دل کنیم و گپای خود بزنیم و بسیار قصه ما و شما داریم در میگرد از افغانستان داریم در هند که بودیم در کانادا که آمدیم بسیار قصه های خودی ما و شما داریم که این قصه را باید مکمل یک سال داشته باشیم. من فقط در این برنامه می پیام ایدی شما را گرفتم از شما که هموطنان ما شما را هم ببینن بعد از مدت ها و چون در برنامه ها مشخصاً آقای علم و آقای عدف یاد از شما داشتن شما هم در آخرین لحظات ایده بر از او دو بزرگوارم تبریک بگوین که واقعا دوتا از هنرمندای ناب وطن ما مثلا عدف سایی که با شما یک دوران زیاده ما بر عدف جان تلفون کدم نگرفته حالش از آمچای علم میگرم عکسشم در فیسبوک انداختم که رول خورزاده این بود میامد در جان میزد پیشه این من میگرم. یعنی دیگه چون اید از مردم ما لبایش پرخنده باشه دیگه ما دیگه درام برکم بگویم مریض شهری و دیارتی کار میکرم همیان گریاب زرغونه نامزات گلیا بود که زر مردم خنده کنه. زرخونه جان آرام آرام و گلیا نامزاد داده بود او در دیار بود ای در شهر بود. من مزدور زرخونه بودم و
جلیون مدور پایا بود. پایا یک هنرمند بسیار خوب سابقه دار بود، قابل نداره. با دید و نفر ساختکاری کرده بودن، آمدن خانه ما و مرا چند لغت فرانسوی یاد داد، زرغون آرام، که من نامزاد ما بشناسم. باید گفت بگو بانج اومدم. من وزی که بگویم بانج اومدم، گفتم بانج اندوخ، بانج اندوخ. گفت برو بادار جان که بریم جلیو، برو بادار جان که بریم بانج اندوخ. من که بانجان چه آوردیم دوخش در خانه مونده. دیگه فرض یاد داد کمان تلی بود. بگو بگو کمان تلی بگو. من گفتم کوک تلی بود، کوک تلی بود. یک دفعه چلی و پای خدا خیلی کرد. یه نه تلی بود، یه نه تلی بود. اینوی یه بود یک لغت دیگهش بود که مجده جان، من بسیار صحبت ها شیرین است. من دستایتان از دود میبوسم. در این بخش ایدی برنامه ما همینجا پایان میرپذنه، ولی من با شما صحبت های بیدیم. اید شما مبارک، دستای شما رو میبوسم و انشاءالله پس بزودی ما هم مبارک بربانتان به هم مگی زنده باشیم، روزای خوش برتان آرزو بکنم. سلامت، ممنون شما. وایز جان قند نازنین، از خودتام یک جان تشکر که بازم پشت کمره کار کردی برای ما. نوبت خودتام میرسه بخیر بزودی. قربان شما، قربان شما، زنده باشی عزیزم، خدا حافظ. خوشی